شاگردای عزیز سلام، امید است که جور و تیار و سرحال باشین و به امید موفقیت ها و پیروزی های هرچی بیشتر شما درس امروز خود را طبق معمول باز هم آغاز میکنیم. طبعا قسمی که شما میفهمین صنف هفتم هستین و مضمونی که میخوانین مضمون کیمیا میباشه و درسی که امروز ما شما بالای صحبت میکنیم تعاملات کیمیایی و تشکیل مرکبات می باشد. البته درس امروزتان موضوعش تعاملات کیمیایی و تشکیل مرکبات می باشد. درس چهارم می باشد و صفحه که شما می خوانین صفحه 43 الی 44 در بر می گیرد. اهداف آموزشی. خب ما چی اهداف دنبال می کنیم به این درس؟ شاگردان الا اخیر درس باید شما باید چیر بپنید جریانات تعاملات کیمیایی و شرایط آن را بدانید. یک تعامل کیمیایی به چه شکل شروع میشه، به چه شکل ختم میشه، یعنی جریان تعامل و شرایطش که تحت کدام شرایط کدام تعامل صورت میگیره این را باید شما بفهمید. توانایی اجرای برخی تعاملات کیمیایی ساده را داشته باشه. زمانی که ما یک تجربه رو بر شما اجرا میکنم و همچنان به درس بعدی تجربه اجرا میکنیم شما باید توانمندی اجرای بعضی تعاملات ساده را پیدا کنین و یاد بگیرین. مفهوم این را بدانم که مواد تعامل کننده بعد از تعامل خواص خود را به کلی عدس میدن. گرچه قبلا ما بر شما گفتم بازم میگم که در تعاملات کیمیایی زمانی که مواد کیمیایی با هم تعامل میکنن به کلی خواص خود عدس میدن و مرکبات تشکیل میشه یا مرکب تشکیل میشه که دارای خواص به کلی جداگانه و متفاوت از مواد اولیه یا مواد تعامل کننده میشه. یعنی در ختم تعامل در ختم درس شما این موضوعات رو باید یاد بگیرید. بعد بفهمید. خب آنی شاگردای عزیز یک مرور میکنیم به درس گذشته. طوری که در درس قبلی تذکر داده شد در اثر تعاملات کیمیایی موادی که تشکیل میگردد با مواد و مرکبات تعامل کننده از لحاظ خواص فیزیکی و کیمیایی فرق دارند. طبعا شما در درس های قبلی خواندین زمانی که مواد کیمیایی با هم تعامل میکنند و تشکیل مرکبات میکنند البته این مرکباتی که تشکیل میشه خواصشان هم از نقطه نظر خواص فیزیکی و هم از نقطه نظر خواص کیمیایی به کلی متفاوته که روی اینمی هدف ما شما برای دانستن تعاملات کیمیایی بعضی فعالیت ها را میتونیم که انجام بدیم. یعنی ما شما برای که اینمی درس خود را جنبه عملی داده باشیم ما چی میکنیم؟ بعضی فعالیت ها را اجرا میکنیم. فعالیت اول ما چی می باشه؟ تعامل سنگ مرمر با تیزاب نمک می باشه. البته ما اول تعاملش را بر شما نوشته می کنم و بعدا تجربه را اجرا می کنیم. کلسیم کاربونیت سنگ مرمر زمانی که با تیزاب نمک تعامل میکنه میبینین کدام مواد این میسازه. بعد از اینکه ما و شما تجربه رو انجام دادیم بعدن چی میکنیم؟ بعدن باز معادله رو ما بر شما نوشته میکنم. اگر توضیح کار داد توضیح میکنم و در غیر از او کدام مشکلی نمیباشه. خب موادی که ما و شما در این تجربه ضرورت داریم آره ما بر شما این را معرفی میکنم. سنگ مرمر. سنگ مرمر خوب میشناسین نی؟ آفرین شاباز. من این را خوری میکنم در سرپوش بوتل. هایدروکلوریک اسید یا تیزاب نمک.
هایدروکلوریک اسید یا تیزاب نمک. ایرلنمایر شیشه‌ای اگه بوتل هم باشه هیچ فرق نمی کنه. خب کار که رابری سوراخدار که دانه امی بوتل ما کم می کنیم، نل شیشه‌ای که به کارک وصل است، نل رابری و بالاخره یک ایرلنمایر دیگه که دارای آب می باشه. خوش شاگردای نازنین، برای زی تجربه اینما قدر مواد کفایت می کنه و در ضمن ازی اگر یک دانه دستکش و یک دانه ماسک و یک جوره دستکش هم ضروره. این مواد می باشه که بر تجربه ما و شما انجام میدیم. اینال ما و شما امی تجربه خدا عملا میبینیم یا امی فعالیت اجرا میکنیم و میبینیم که چه قسم از سنگ مرمر و تیزاب نمک ما میتونیم که کاربون دای اکساید حاصل کنیم. خب ای ببخشین که یک کمی خود می باشه میره کاسب محکم کردیم، واز میکنم و دوباره ای را باز محکم میکنم. این رو چرا محکم کردیم؟ برزی که گاز از منفذ ازی خارج نشود. یک مقدار سنگ مرمر را در داخل فلاسک میندازیم. توتای کوچکش را میگیریم. تا که پایت میکنه سر بوتل رو دوباره محکم میکنیم. این رو در جوش میمانیم همراه با پنس. بعدا چی میکنیم؟ بعدا چند قطره، بعدا خود ماسک و دستکش استفاده میکنیم برزی که تیزاب نمک از جمله تیزاب های قوی غیر عضوی به حساب میره. پنسه میگیریم، دانه بوتل واز میکنیم و چند قطره تیزاب نمک یا هایدروکلوریک اسید بالای مواد خود میپرتیم. بعدا دانه ایرلنمایر توسط
کار مکم میکنیم. شما میبینید با مجردی که بالای سنگ مرمر یا کلسیم کربنت ما تیزاب و نمک انداختیم، تعامل آنان یا فوراً شروع میشه. شاگردای نازنین، باز هم ما و شما به ادامه درس خود میخوانیم که بعضی از تعاملاتی که میبوشن که به مقدار کم حرارت آزاد میکنن، اما در بعضی از تعاملات مقدار حرارت زیاد میباشه که معمولاً این تعاملات که اکثر تعاملات احتراقی حرارت زیاد آزاد میکنن. یعنی ما میگیم که بعضی از تعاملات کیمیایی میباشن که مقدار کم حرارت آزاد میکنن، اما بعضی از تعاملات کیمیایی میباشه که اکثرا یا را برام تعاملات احتراقی یاد میکنن و حرارت زیاد از خود آزاد میکنن. که این اینمی حرارتی که آزاد میشه میتونه که موتور ماشین ها را و وسایل نقلیه را چی کنه؟ این را به حساب به حرکت بیاره. مثلا موترها را ما و شما مد نظر میگیریم. موترها را ما و شما مد نظر میگیریم. انواع و اقسام ماشین ها را مد نظر میگیریم که معمولا دوا یا پترول میسوزه یا دیزل میسوزه. وقتی که سوخت احتراق زیاد تولید میکنه و معمولا ماشین های اونمو موترها یا موتورهایشان را چی میکنه؟ به حرکت میاره. و میشه که شاگردای نازنین در بعضی از تعاملات میباشه که یعنی زمانی که تعامل کیمیایی صورت میگیره همزمان با نور و انرژی، یعنی یک مقدار نور و انرژی را از خود بروز میدن یا خارج میکنن. مثلا هرگاه ما و شما تعامل مگنیسیم یا مگنیزیم با اکسیژن هوا مد نظر بگیریم، در این صورت شما چشم دیده خودم میگین که زمانی که اکسیژن، زمانی که مگنیزیم با اکسیژن هوا میسوزه آیا شعله تولید میکنه، آیا نور تولید میکنه و به شکل میبشه. البته ما شما ایره چی میکنیم؟ ایره ما شما میبینیم. خواه در این تجربه یا در این فعالیت معمولا ما شما باز هم چی داریم؟ فیته یا فلز مگنیسیم. فیته یا فلز مگنیسیم که معمولا به این شکل می باشن. شیشه ساعت و قطع کننده یا برش کننده. قطع کننده فقط اینم قرار ما و شما کار داریم یا کار میگیریم و یک عدد بالون گاز که به حیث منبع حرارت از اون ما کار میگیریم یا استفاده میکنیم. و دیگه چی؟ گوگرد. یعنی تا زمانی که گوگرد نباشه آیا ما گاز روشن کرده میتونیم؟ نمیتونیم به این صورت. و گوگرد. خوش شاگردای نازنین، آره ما شما چی میگیریم؟ آله فلز مگنیسیم میگیریم. شما میبینید که فلز مگنیسیم به این شکل است. آیا فلز مگنیسیم به نظر شما میسوزه یا نه؟ خب شاید یک تعداد تان بگین که میسوزه و یک تعداد بگین که نمیسوزه. اینا رو ما نمیر عملا میبینید که آیا فلز مگنیسیم میسوزه یا نمیسوزه. ببینید این فلز مگنیسیم است به شکل فیته این جور کردم. ما این را یک مقدارش قطع میکنیم. ببینیم قطع شد می؟ بسیار خوب. اینا رو چی میکنیم؟ برای اینکه امکان داره که مگنیسیم چون که یک فلز فعال است در مقابل اکسیژن هوا، یعنی فعالیتش بیشتر یا زیادتر میباشه و امکان داره که رویش اکساید پوشانده باشه، از او خاطر ما چی میکنیم؟ اولی را پاک میکنیم به شکل
برای میز قرار میدین. برای میز قرار میدین و بعدن به این شکل دیگه کش میکنین. جلاش ظاهر شد نه؟ روی دیگهشان به این شکل ما کش میکنیم. خب اینا رو ما چی میکنیم؟ ما پنسه میگیریم. پنسه میگیریم و مکنیشیم در پنس چی میکنیم؟ محکم میکنیم. بعدن ماسک میپوشیم برای که گازاتی که آزاد میشه یک کمی مشکل تنفسی را ایجاد میکنه. آل بالون گازا میمونیم و این را روشن میکنیم. شاگردای عزیز ببینین دقیق متوجه باشین آل مکنیسی همه بالای حرارت گاز میگیریم. ببینین تعامل شروع شد. تعامل شروع شد یا نه؟ قسمی که شما شاگردای عزیز دیدین زمانی که ما فلز مکنیسیم بالای گاز گرفتیم یعنی یک ثانیوم تیر نشده بود که دیدین روشنی سفید تولید کرد. یعنی این معنا را داره که مکنیسیم امرای اکسیژن به شعله سفید روشن میسوزه و مرکب مکنیسیم اکساید تولید میکنه. ما گفتیم که بعضی از تعاملاتی هستن که همزمان از خود نور و انرژی آزاد می‌سازند. کلمه تعامل مکنیسیم به امرای چی بود؟ به امرای اکسیژن بود. و دیگه هرگاه ما از نقطه نظر تعامل کیمیایی بگیم ببینین اگر شما مکنیسیم مقایسه میکنین اگر شما مکنیسیم هرگاه شما مکنیسیم مقایسه کنین با اکساید مکنیسیم به کلی تفاوت دارن یا نه؟ به کلی تفاوت داره. یک فلز است، فلز نرم است، در حالی که این اگر ما شما ببینین صرف یک پودر چی میشه؟ یک پودر سفید رنگ تولید میشه و ما شما این را به نام مکنیسیم اکساید یا اکساید مکنیسیم و یا زنگ مکنیسیم یاد میکنیم. پس در اینجا تعامل کیمیایی صورت گرفت و مکنیسیم خواص خود را به کلی چی کرد؟ به کلی از دست داد و یک مرکب جداگانه با خواص جداگانه به وجود آمد یا تولید شد. این اینجا ما به شما میمانم. خب شاگردان نازنین، آره ما اینمی تعامل که اجرا کردیم یا اینمی فعالیت که اجرا کردیم به این شکل من معادلش را نشان میکنم. چرا شما کیمیا میکنین؟ تا زمانی که معادله یک تعامل را نشان نکنین به هیچ صورت او قابل اعتبار نمی باشه. پس ما و شما زمانی که کیمیا می خوانیم همزمان با خواندن کیمیا فرمول ها، سمبول ها و معادلات کیمیایی و از اینجا باید بخونیم که البته هر روز ما با شما این را تکرار می کنم. آلی من نشان می کنم مکنیسیم. مکنیسیم که دیدیم با کدام حالت است؟ با حالت جامد است. دیدین نه؟ نشان میکن S جمع اکسیژن. اکسیژن سمبولش O. چرا به شکل O2 نشان میکنیم؟ گفتم میتونین روز قبلی من بر شما گفته بودم
و شکل دایاتومی یا مولکولی پیدا میشه. اکسیژن به کدام شکل است؟ به شکل گاز. پس زمانی که مگنیسیم امرای اکسیژن تابل میکنه، مرکب مگنیسیم اکساید میسازه. MgO. این کدام حالت داشت؟ کدام حالت بود؟ مایز یا گاز؟ شکبا میگه جامده، بسیار خوب نام خدا شکبا جان، حالت جامده داره. مدلش را به شکل حروفی برتون نوشته میکنم. مگنیسیم مگنیسیم، نام دیگرش مگنیزیم. اگه یک نام نوشته کردیم، نام دوم یا سوم بود، او رو در قوس میگیریم. جمع اکسیژن. زمانی که با هم تعامل میکنن، مرکب مگنیسیم اکساید تولید میکنه یا میسازه. مگنیسیم اکساید میسازه. اینا شاگردای نازنین، این چی میکنیم؟ توضیح میکنیم تعداد اتم ها را به طرف چپ و راست معادله با هم برابر و مساوی میسازیم. چند مگنیسیم داریم؟ یک مگنیسیم. اینجا چند مگنیسیم داریم؟ اینجا هم یک مگنیسیم. بسیار خوب. تعداد اتم های مگنیسیم برابر و مساوی شدن. آل چی را حساب میکنیم؟ چی را حساب میکنیم؟ لیزا جان میگه که اکسیژن حساب میکنیم. چند دان اکسیژن داریم؟ بسیار خوب، میگه دو دانه. اینجا چند دانه داریم؟ یک دانه داریم. فوراً چی میکنیم؟ فوراً تعداد اتمای اکسیژن، یعنی اینمی دور ما میتونیم انتقال بدیم و اینجا بیاریم نوشته کنیم دو اتم. یا میگیم که مگنیسیم اکساید ضرب دو میکنیم، اردوش این گفه، یک مگنیسیم دو مگنیسیم. پس اینجا مگنیسیم هم ضرب چند میکنیم؟ ضرب دو میکنیم. دو اتم مگنیسیم اینجا شد، دو اتم مگنیسیم اینجا. یک مولکول یا دو اتم اکسیژن اینجا شد و دو اتم اکسیژن اینجا شد. پس مدل ما چی شد؟ مدل ما حالت توزیع به خود اختیار کرد. خب شاگردای نازنین، معمولا از نگاه انرژی شما چند نوع تعامل میشناسین؟ از نقطه نظر انرژی چند نوع تعامل میشناسین؟ بسیار خوب. کی میگه؟ دو نوع تعامل. بسیار خوب، آفرین. دو نوع تعامل. یکی تعاملات اگزوترمیک و دیگه تعاملات اندوترمیک. اردیش نوشته میکنم. اولش تعامل اگزوترمیک و دیگهش تعامل اندوترمیک. که تعامل اگزوترمیکه به نام تعاملات حرارت دهنده یاد میکنم، یا تعامل و تعامل اندوترمیکه به نام تعامل حرارت گیرندام یاد میکنن، که البته ایده کتابتان نمی باشه، فقط به حیث معلومات اضافی من بر شما گفتم و این یادتان نروه. خب این حال هر کدام شده یک تعریف مختصر برای شما میکنم. تعامل اگزوترمیک چی نوع تعامل می باشه؟ تعامل اگزوترمیک چی نوع تعامل می باشه؟ میگین تعامل اگزوترمیک عبارت از تعاملاتی میباشه که مواد بدون حرارت با هم تعامل میکنن. تعاملات اگزوترمیک تعاملاتی میباشه که مواد بدون حرارت با هم تعامل میکنن. البته انرژی آزاد میکنن و محیط تعامل چی میکنن؟ محیط تعامل گرم نگاه میکنن. مثلا شما در خانه بعضی وقت دیوالای خانه و تعمیر یا سفید کردین یا نه؟ خب بسیار خوب، میگن کردین.
اما مواد سفید رنگی که دهو میپرتن اونمو رو بنام چیاد میکنیم؟ بنام کلسیم اکساید. بنام کلسیم اکساید یا چونه آب نارسیده ای را یاد میکنم. اینان هرگاه ما اینمی چونه آب نارسیده را دبه این او پرتیم. ببینین معمولا اگر شما در خانه دیده باشین زمانی که گلکار میایه در خانه بر سفید کردن خانه ها چونه را چی میکنه؟ امی چونه که به شکل کلاخه ها یا به شکل توته ها یا کترای بزرگ میباشه این را میگیره در بلر او یا در تشت او میپرده. زمانی که در تشت او انداخت آیسایسه اینمی کلسیم اکساید چه میکنه؟ او به خود جذب میکنه و اینمی کلاخه ها بزرگ بزرگ میشه و بالاخره از هم جدا میشن یا متلاشی میشن. و اینجا یک مقدار زیاد حرارت یا انرژی چی میشه؟ آزاد میشه. پس اینی تعامل ما به نام تعامل چی یاد میکنیم؟ به نام تعامل اگزوترمیک یا حرارت دهنده یاد میکنیم. یعنی بر علاوه که حرارت آزاد میکنه محیط تعامل هم چی میشه؟ محیط تعامل دور میشه و در نتیجه مرکب کلسیم هایدروکساید یا چونه آب رسیده تولید میشه و در او وقت است که گلکارا خانه رو چی میکنن؟ خانه رو رنگمالی یا سپیدکاری میکنن. اینا رو مینمی تعاملش رو بر شما نوشته میکنم. این رو پاک کنم. بسیار خوب. شاگردان چطور؟ درس امروز جالب است یا نه؟ جالب است؟ بسیار خوب. کلسیم اکساید. کلسیم اکساید. امرای آب. خب کلسیم اکساید به کدام شکل است؟ تمام به شکل جامد است. جمع آب. آب کدام حالت داره؟ حالت مویی را داره. زمانی که کلسیم اکساید ما بین او میپردیم کلسیم هایدروکساید چه میشه؟ تولید میشه. CaOH دو دفعه. جمع یک مقدار انرژی یا حرارت هم همزمان آزاد میشه. معادله را به شکل حروفی نوشته میکنم. کلسیم اکساید جمع آب تعامل میکنه کلسیم هایدروکساید را میسازه. یا چونه آب رسیده اینا برنامه چونه مردام یاد میکنن. و انرژی. پس تعامل کلسیم اکساید به امرای آب که در نتیجه مرکب کلسیم هایدروکساید میسازه از کدام نوع تعامل میشه؟ از نوع تعامل اگزوترمیک یا حرارت دهنده می باشه. خب شاگردای عزیز آل ما و شما میاییم بالای یک نوع دیگه تعامل که تعامل پیشتر ما بنام چیاد کردیم؟ بنام تعامل اندوترمیک. آیا گفتم میتونیم که اندوترمیک چی مانا؟ اندو یعنی داخل، اندوترمیک ترمام حرارت، اندوترمیک یعنی حرارت گیرنده. بسیار خوب. این را تعریف میکنیم. میگیم تعاملات اندوترمیک یا حرارت گنده تعاملات میباشند تا زمانی که ما بر مواد یعنی بر مواد تعامل کنده حرارت ندهیم تعامل صورت گرفته نمیتونه. مثلا هرگاه ما و شما اکساید سیما و حرارت بدیم، وقتی که ما این حرارت داریم
پس یک نوع تعامل اندوترمیک میشه. این تجزیه میشه به جی جمع او دو. اکساید سیماب توسط حرارت تجزیه میشه به سیماب کیرم. شما در بعضی کتاب ها خواندین که به نام جیوام یاد نکنم و اکسیژن. بازم تعامل ما یک کم گک توضیح کار داره. حساب میکنین چند سیماب دارین؟ طرف چپ تعامل یک اتم سیماب، طرف راست تعامل چند اتم؟ یک اتم. بسیار خوب، فعلا موازنه برقراره. اکسیژن حساب میکنین چند اتم اکسیژن داریم؟ یک اتم. اینجا چند اتم اکسیژن داریم؟ دو اتم داریم. پس چی میکنیم؟ فوراً چی میکنیم؟ امی دورم انتقال میتیم اینجا، یا فوراً اکساید سیماب ضرب چند میکنیم؟ ضرب دو میکنیم. وقتی که اکساید سیماب ضرب دو کنیم، دو اتم سیماب میشه، دو اتم اکسیژن میشه، چون که اینجا دو اتم سیماب، اینجا یک اتم است. فوراً در پیش روی سیماب چی میکنیم؟ یک دوی کلان نشه میکنیم و دو اتم سیماب میشه. پس معادلات در اینجا چی شد؟ معادلات توزیع شد. پس این تعامل اندوترمیک یا حرارت گیرنده شد و این تعامل اول تعامل اگزوترمیک یا حرارت دنده می باشه. کردیش شما فهمیدین. یک موضوع دیگه بر شما یادآور میشم. البته گفتم میشنین که تعاملات کیمیایی تحت شرایط خاص صورت میگیره. کی شرایط خاص چی می باشه؟ یکی درجه حرارت می باشه، کاتالیز می باشه، فشار می باشه و دیگه ای که خرد بودن یا کوچک بودن مواد تعامل کننده. چرا؟ هر قدر که مواد تعامل کننده کوچک باشن، چون که قدرت تماس یا قوه تماس بینشون کوچک می باشه، از او خاطر زودتر با هم چی میکنن؟ با هم تعامل میکنن. خب دیگه یک موضوع دیگه را ما بر شما خاطر نشان بسازم. گفتم میتونیم که هرگاه ما و شما هیدروژن و اکسیژن، هم هیدروژن و هم اکسیژن که حالت گاز دارن، اگر ما و شما ای را در یک ظرف سربسته پرتیم، سالهایی را باریم، این تعامل نمیکنه. هرگاه ما و شما گاز هیدروژن و گاز اکسیژن سالها در یک ظرف پرتیم باریم، با هم تعامل نمیکنه. اما به مجرد که یک تنبیه حرارتی موجود باشه یا یک گوگرد بزنیم، فوراً چی میشه؟ فوراً انفلاق میکنه و یعنی هیدروژن به همراه اکسیژن تعامل میکنه و در نتیجه مرکب آب چی میکنه؟ مرکب آب میسازه. خب یک موضوع که دیگه هم هست که ایران باید شما بفهمین. من قبلاً به شما کاتالیز گفتم. آیا کاتالیز رو میفهمین که چیز؟ کاتالیز، کاتالیز. میگیم کاتالیز ها عبارت از مواد میباشن که سرعت تعامل زیاد میسازن و خودشان در تعامل حصه نمیگیرن. کاتالیز ها عبارت از مواد میباشن که در اثنای تعامل کیمیایی سرعت تعامل زیاد میسازن اما خودشان تعامل سنه میگیرن و در ختم تعامل به مقدار اصلی تولید میشن یا دوباره حاصل میشن. اینی بود درس امروز ما و شما. بازم یک مرور کوتاه برای امی درس خود میداشته باشیم. خواهم شما گفتم میتونیم که زمانی که مواد کیمیایی با هم تعامل میکنن، در نتیجه تعامل موادی که حاصل میشه، این موادشان آیا از نقطه نظر خواص فیزیکی و کیمیایی با هم مشابهن یا اختلاف دارن؟ کی میگه؟ کی میگه مشابهن؟ کی میگه اختلاف دارن؟ بسیار خوب، موبجان میگه اختلاف دارن. چرا؟ برای که خواص خود در اثر تعامل کیمیایی با کلی چی میکنن؟ و کلی حدث میتن و یک ماده تشکیل میشه که دارای خواص و کلی
جداگانه می باشن. خب بعضی از تعاملات می باشه که در جریان تعامل حرارت کم تولید میکنن و بعضشان حرارت زیاد تولید میکنن که معمولا از حرارت زیادی که یا تولید میکنن برای حرکت آوردن موترها و ماشین ها یا وسایل نقلی از چی میکنن؟ از این کار میگیرن یا استفاده میکنن. یا بعضی از تعاملات میباشه که به اصطلاح زمانی که تعامل بینشان صورت میگیره همزمان یک مقدار نور و انرژی آزاد میسازن. اینا که از گفتن میتونه اینمی تعاملاتی که از خود نور و انرژی آزاد میسازن کدام نوع تعامل میباشه؟ پیشتر ما و شما کار کردیم تعامل مکنیشی هم به همراه اکسیژن میباشه که شما دیدیم که با مجرد که ما خود امی فلز مکنیشی هم بالای گاز گرفتیم به شعله سفید فوق العاده روشن چی میشه؟ میسوزه. کنون شعله سفید فوق العاده روشن تولید نور میباشه و همزمان یک مقدار یا انرژی هم در محیط و ماحول تشکیل میشه یا بوجود میایه. اینی بود درس امروز هم. اینال ما شما میاییم بالای کار خانگی. کار خانگی زنم شاگردای عزیز بسیار ساده است. سوال اولتان است که کتلس ها چی نوع مواد میباشن؟ کتلس تعریف میکنین. کتلس ها را میگین عبارت ها مواد میباشن که چی میکنن و در نتیجه به چه قسم باقی میمانه نی آثر میشن. البته شما کتابچه دارین، قلم دارین، شاگردای نازنین این یادداشت میگیرین و بعدا در خانه بالا از این فکر میکنین و سوالات حل میکنین. سوال دومتان، تعامل اگزوترمیک و تعامل اندوترمیک با هم چی فرقی دارن؟ تعامل اگزوترمیک و تعامل اندوترمیک با هم چی فرق دارن؟ تعامل اگزوترمیک تعریف میکنین، تعامل اندوترمیک تعریف میکنین و میگین فرقشان اینی میباشه. بسیار ساده است، من پیشتر بر شما گفتم، روز قبل هم بر شما گفته بودم. سوال سوم، آیا گاز هیدروژن و گاز اکسیژن بدون کدام تنبیه حرارتی آب تشکیل کرده میتونه یا نمیتونه؟ میتونه یا نه؟ گفتیم هرگاه ما گاز هیدروژن و اکسیژن سالها پلوی هم در صورتی که فشار و حرارت یا نباشه قرار بتیم یا یک جای کنیم به این صورت تعامل بینشان صورت نمیگیره. اما با مجرد که یک تنبیه حرارتی باشه یا یک گوگرد بزنیم فورا یا انفلاق میکنن و تشکیل چی میکنن؟ تشکیل آب میکنن. که البته این سوال های کارخانگی میباشه، در خانه که رفتین ماندگی هایتان گرفتین، فکرهایتان آرام شد، کتاب شگک هایتان رو میکشین، بالای سوال ها فکر میکنین، بعد از او مناسب ترین و صحیح ترین جواب و سوال ها نوشته میکنین. خب کدام سوالی اگه داشته باشین من در خدمت حاضر هستم. خب ندارین، بسیار خوب، در ساده بود، هم مهم بود، هم آسان بود و هم یک کمی مشکل بود. البته بالای معادلات کیمیایی که من قبلا نوشته کردم بالای زیاد کار میکنین، چند دفعه کار میکنین، موازنه را در نظر میگیرین، معادلات توزیع میکنین تا اینکه انشالله یاد فکرتان بشینه. خب شاگردای نازنین، یک دنیا تشکر از اینکه مرا تا ایدم همراهی کردین. از لطف و مرحمتتان جهان سپاس. با امید موفقیت ها و پیروزی های هر چه بیشتر شما، خدا حافظ و ناصرتان. خدا حافظ.